شمول این کلام شلاقه رو حکم اعدام ضد اجتماع سین قانون خط میکشم رو مهر و امضا پر از نفرت مسیرش قدم قانون تا روز اجراش راه بی بازگشت بدون جبران بدون اصلاح تنابه دارب سار کنترل و سرکوبه کجای جهان توحش جلو دار خبط بوده چه امنیتی تو قانونی که خودش خشم توشه اون انسانیست آرامش جامعه است که معدومه کشتم با صلیب سنگسار محکوم از ارتفاع پرتاب یو اس ای صندلی الکتریک شمشیر عربی تو دست جلاد اتاق گاز زنده به گور گیوتین و برکه خون تزریق سم بدون درد عمل کریه و وچه خوب به نام اون روز که نباشه حکم اعدام نباشه هیچ جا دنیا سری بالا چوبه یه دار قرمزی پرچما نباشه از خون ما بوی امید بیاد از تک تک خونه ها به نام روزی که ندار باشه نه تزریق سم اعدام به هر روش بشه کلن ریشه کن انسانی کشته نشه دیگه با تیر و سنگ قانونو بسازیمش دوباره از زیر و بم شب روزتان خوش احمد رفعت هستم به اعدام بس است برنامه ای از سازمان حقوق بشر ایران خوش آمدید ایوب کریمی انور خسری داوود عبداللهی کامران شیخه خسرو بشارت، قاسم آبسته و فرهاد سلیمی 7 فعال سنی کرد هستند که بیش از 14 سال پیش ابتدا به اتهام قتل ماموستا ابوبکر تینا بازداشت شدند ولی در جریان محاکمه اتهام آنها به اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه های سلفی تغییر پیدا کرد و به اعدام محکوم شدند. این 7 نفر در سال 1388 بازداشت شده بودند و در سال 1397 به اعدام محکوم شدند. پس از گذشت 7 سال از این حکم 5 نفر از این 7 نفر اعدام شدند. آخرین آنها انور خضری 12 اردیبهشت امسال اعدام شد. قبل از او فرهاد سلیمی، داوود عبداللهی، ایوب کریمی و قاسم آبسته هم در سال 1402 اعدام شده بودند. در روزهای گذشته کامران شیخه و خسرو بشارت هم به سلول انفرادی منتقل شدند و هر لحظه امکان اجرای حکم آنها وجود دارد. چرا این احکام اعدام 14 سال پس از بازداشت این 7 فعال سنی و 7 سال پس از صدور حکم اعدام آنها به اجرا گذاشته شدند؟ ما این پرسش را با فردین باسامی رئیس شورای ملی اهل سنت ایران در میان گذاشتیم. بله، با عرض سلام خدمت شما جناب استاد رفعت عزیز و بینندگان محترم برنامه‌تون. در سوال شما نکات بسیار مهمی وجود داره، اما جواب سوال شما اینه که اولا متاسفانه به این افراد رو به عنوان مواد سوختی به کار میبره که تلسم شکسته شده ترس رو در میان جامعه ایران سعی کنه ترمیم کنه، چون این تلسم بعد از خیزش جینا مهسا امینی تماما به هم ریخته شده و مردمان ایران جدایی از تنوعات مختلفی که دارن چه در بعد اتنیکی چه در بعد عقیدتی سیاسیش تونستن به نظام نبگن و حقوق خودشون رو تدریجیا خواستار هستن و به زبان بسیار ساده خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستن، چون سبب کل مشکلات کشور رو و معضلاتی که در جامعه وجود داره جمهوری اسلامی میبینن. اما نظام هم این در کل البته فوایدی که میتونه برای رژیم داشته باشه. در ابعاد دیگه جامعه اهل سنت ایران همیشه نظام به عنوان یک دشمن نابخشودنی بهش نگاه کرده و از روز اول علمای اهل سنت و در کردستان هم حتی مثلا کاک احمد مفتیزاده، شیخ عزالدین حسینی و در بلوچستان و جاهای دیگه نه به جمهوری اسلامی گفتن و موضوع بسیار تند گرفتن در مقابل قانون اساسیش، در مقابل طرحی که و تعریفی که از جمهوری اسلامی داره، چون جامعه اهل سنت ایران سیاست رو یک امر زمینی میدونه و مردمان هر جغرافیا حسب عصرشون نیازهاشون خب به اهل فن و اهل سیاست میان جامعه رو به شیوهی مدیریت میکنن، اداره میکنن که افقهای پیشرفت و خوشبختی و روش باز بشه. به همین خاطر این تصادم در روز اول درست شد، یعنی اهل سنت دشمن نابخشودنی نظام محسوب میشن با وجود اینکه نظام ادعای اسلامیت داره و عموم مسلمانان سرتاسر دنیا 95% به بالاش اهل سنت هستن. این در یک نقطه. نقطه دوم
اینجا میخواد در کردستان این مناطق که از روز اول که فتوای جهاد دادن بر علیه ملت کرد و همیشه سعی کردن پاسخ رو، پاسخ حق خواهی مردمان اون منطقه رو با گلوله و فشنگ و تحمیل جنگ بدن، این در اون راستا قرار میگه، راستای همیشه در بحران نگه داشتن اون منطقه، همیشه در حالت ترس نگه داشتن اون منطقه. و به همین خاطر این عناصر رو، این احتمال، این تهمت ها رو میزنن، تهمت مثلا گروه های سلفی. بسیاری از این گروه ها ساخته و پرداخته خودشون هستن البته در اون مناطق، که میخوان به عنوان مثلا گاه و بیگاهی ازشون کارهایی بکشن. اصلا شاید این گروه ها حقیقتا وجود خارجی نداشته باشن، فقط اسمی باشه که اینا خودشون تراشیدن در دم و دسته های اطلاعاتی خودشون. اما میان خودشون هم ترور میکنن گاهان شخصیت های از اهل سنت رو، از امام حسین رو، بعد به گردن افرادی میاندازن که نمونش هم بوده، مثلا گروهی از جانان کردستان رو اعدام کردن به همین تهمت مشابه و چنین تهمتی هم زدن. ولی اون وقت حتی یعنی اینا اینقدر هم در بال آشفت حال بودن، اون جوانان در زندان بودن که طرف ترور شده بود. به همین خاطر اینها دسیسه های خودشونه، بازی هایی هستن که به راه انداختن که سعی کنن اونجا مردمان رو ساکت نگه دارن. ولی بعد از این که بعد از اینم که البته خیزش جینا مهسا امینی از کردستان شروع شد و کل مردمان و هموطنان کرد سریعا همصدا شدن به کل جغرافیای ایران و به کل مردمان ایران، این انتشار یافت در سطح وسیع و مردم همصدا متحد خواهان آزادی، خواهان زندگی انسانی و حفظ کرامت انسان شدن، میخواد با این اعدام ها دهن ها رو ببنده، صدا ها رو خفه کنه. ولی این مطمئن باشه رژیم که نتیجه 100% معکوسی خواهد داشت و انفجار بعدی چندین برابر قوی تر از انفجار جینا بر روی ستمکاران تهران خواهد بود. آقای باسامی، نه تنها احکام اعدام فعالان سنی به اجرا گذاشته میشه، بلکه ما شاهد هستیم که در ماهای اخیر چه در بلوچستان و چه در مناطق کردنشین ایران بسیاری از فعالان اهل سنت دیگر هم بازداشت شدند. اگر من بخوام فقط به آخرین آنها اشاره کنم، بازداشت 5 نفر، 5 فعال سنی کرد در روزهای گذشته است، 4 مرد و 1 زن. آیا قصد این بازداشت ها هم همچنان اعدام ها، توسعه ارعاب در بین کردها و بلوچ هاست؟ بله، خب نگرش تهران نسبت به بلوچستان، نسبت به کردستان، خصوصا در این دو منطقه، چون این دو منطقه جغرافیای ایران در بعد ملیتی قومیتی خودشون باب سلیقه رژیم فعلی نیستند و اونها رو همیشه تهدید دونستم، و در بعد عقیدتیشم، مذهبیشم، مذهب رژیم حاکم رو ندارن. این دو اختلاف بسیار جدی سبب شده که رژیم نگرش غیر انسانی رو نسبت به این مناطق داشته باشه و همیشه اینها رو به عنوان تهدید نگاه کنه، تهدید جدی و استراتژیک. به همین دلیل هم تمام راهکارهایی رو که لازم دونسته باشه از روز اول تا به حال، قدم به قدم در ابعاد مختلف، تنهایی نیست که مختص باشه مثلا گاه و بیگاهی دستگیر کنه، نخبگان سیاسی رو ترور کنه، مساجد اهل سنت رو ببنده، علمای اهل سنت رو زندانی تبعید اعدام کنه، بلکه در بعد فرهنگی مثلا محدودیت های جدی فرهنگی رو برای بلوچ کرد درست کنه، در بعد زبانیش زبان بلوچ و زبان کردی تماما محدود هستش، اصلا به کار گرفته نمیشه، هرچند قانون اساسی هم اجازه میده که حتی این تدریس بشه در کنار زبان فارسی، نه اینکه آموزش البته به زبان مادری اونها باشه، بلکه تدریس بشه به عنوان یک ماده درسی. بعد در بعد زیست محیطی اصلا اهمیتی به اون مناطق نمیده، با وجود اینکه اون مناطق در جغرافیای ایران از سرشارترین و بهترین منابع طبیعی متنوع رو دارا هستند. و بعدش هم میبینیم که نتیجه چی میشه، نتیجه بحران‌های مختلفی میشه که البته رژیم میخواد اون بحران هم باشن. چرا؟ تا این مردمان اون مناطق نتونن سر قد علم کنن و حقوق خودشون رو بخوان. بحران‌های اجتماعی بسیار شدید، بحران فقر و اقتصادی که اصلا اقتصاد اونجا وجود نداره. با سپاس از همراهیتون.
موفق باشید دوستان، رحمت عزیز بزرگواری شما. هجده اردیبهشت سال روز اعدام فرخرو پارسا، اولین زن وزیر ایرانی است. خانم پارسا در دو دولت وزارت آموزش و پرورش را عهده‌دار بودند. در ابتدای انقلاب در طی 40 روز شیخ صادق خلخالی که از سوی روح الله خمینی بلافاصله پس از پیروزی انقلاب حکم حاکم شهر را دریافت کرده بود، احکام اعدام 430 نفر از امرای ارتش و دولت مردان دوران پادشاهی محمد رضا پهلوی را صادر و به اجرا گذاشت. در آن زمان، در آن روزها بسیاری از نیروهای چپ، ملی و حتی لیبرال که امروز مخالف سرسخت مجازات اعدام هستند، از این اعدام ها حمایت می کردند. برخی از این گروه حتی خواهان اعدام های بیشتری بودند. کسانی که بعداً در دهه 60 سر خودشون بالای دار رفت. اگر از همان ابتدا بسیاری از نیروهای سیاسی با مجازات اعدام مخالفت می‌کردند، آیا ما امروز در وضعیت کنونی قرار داشتیم و جمهوری اسلامی رکورددار مجازات مرگ در جهان بود؟ این پرسش رو ما با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و از اعضای سازمان حقوق بشر ایران در میان گذاشتیم. بله دقیقا همینطوره. ببینید، اعدام وقتی وجود داشته باشه یک چرخه است که هرگز متوقف نمیشه. یعنی متاسفانه در کل تاریخ ایران ما زمان بدون اعدام نداشتیم. یک زمانی میدیدیم که در حکومت گذشته مثلا دکتر فاطمی اعدام شد، یا حتی مخالفان شاه در تپه‌های اوین، بیژن جزنی و غیره اعدام شدن. دوباره دیدیم که مخالفان دولت شاه انقلابیون قدرت دست گرفتند و اونها هم اعدام کردند. اصلا حتی طوری قتل عام کردند که بهش نمیشد گفت اعدام. اعدام رو ما در همه شکلش باش مخالفیم، ولی آن چیزی که مثلا برای هویدا انجام دادند، او که اصلا قتل بود، در فرصت تنفس دادگاه او رو کشتند، از زمانی که هنوز دادگاه تشکیل نشده بود، به دست قصابی مانند خلخالی. برمیگردم به خلخالی، منظورم اینه که این دور تسلسل اگر یک جایی قطع نشه، یعنی اگر یک جایی ما نیاییم بگوییم اعدام هر کس به هر اتهامی ممنوع، آن کاری که خیلی از کشورهای پیشرفته به خصوص در اروپا کردند، این چرخه همیشه ادامه خواهد داشت. من گاهی وقتا حتی میشنوم الان هم بعضی از مخالفان جمهوری اسلامی میگویند که به هر ما با اعدام مخالفیم، اما این پدرسوخته‌هایی که مردم رو گرفتن، تجاوز کردن بهشون، کشتن، اینا رو باید چیکار کنیم؟ اینا رو باید بریم ازشون انتقام بگیریم. اینجاست که باید گفت نه، مجازات آره، اعدام نه. به خاطر اینکه همونطور که گفتم این چرخه هیچ وقت متوقف نمیشه. حکومت بعدی که البته از بیخ و بن، یعنی جمهوری اسلامی از بیخ و بن حکومت جنایتکاری است، ولی اگر نمی بود و دموکراتیک هم می بود حکم اعدام می داشت، باز مرتکب جنایت می شد. بنابراین هیچ فرقی نمیکنه ژنرال ارتش شاه اعدام شده باشه، چریک مسلح اعدام شده باشه، قاتل اعدام شده باشه، زندانی سیاسی اعدام شده باشه، بیگناه اعدام شده باشه، در هر صورت این حکم اعدام چیزی است که روزی باید از این مملکت رخ ببنده. برای همین است که برای آینده ایران، آینده‌ای که ما توش دیگه شاهد جنایت نباشیم، از الان باید برای فردای جمهوری اسلامی این مجازات ظالمانه، غیر انسانی و منحوس رو بگذاریم کنار و مطمئن بشیم عدالت البته در حق مجرمان جاری میشه. اونجاست که من میبینم گاهی وقتا تو شبکه‌های اجتماعی خیلی ها که واقعا میبینم شهروندای بسیار مسئولی هم هستن، کینشون از یک سری افراد یا جرائم به حدی است که میگن ببینید من با اعدام مخالفم، اما نه برای فلان جرم. اون اماه باید برداشته بشه، اون اما پدر ما رو در خواهد آورد در آینده. برای همین من برمیگردم به سوال شما، اگر این حکومت بر مبنای جنایت بنا نمی شد سنگ اولش،
شاید میشد قدم های بعدی رو برداره، ولی وقتی سنگ اول رو بر مبنای جنایت گذاشت، خشت اول چون نهد معمار کش، تا ثریا می رود دیوار کج. اولین جنرال های ارتش شاه که کشته شدند، ما دیدیم که مخالفت جدی متاسفانه نشد از طرف بسیاری از گروه هایی که در سالهای بعد قربانی همین حکومت شدند. و حالا به نظرم ماهایی که هممون به نوعی قربانی جمهوری اسلامی هستیم، باید یک بار بیستیم و اول یکی از اولین کارهایی که میکنیم در هر زمانی اولویت های اولمون این باشه که ما مجازات های بدنی رو از شلاق تا شکنجه تا مجازات سلب حیات اینها رو برداریم، قدم بگذاریم به دنیای مدرن، دنیای انسانی امروز در قرن 21. شما در صحبتاتون آقای غفوری اشاره کردید که برخی از کسانی که در ابتدای انقلاب موافق با مجازات اعدام بودند، بعد سر خودشون در دهه 60 بالای دار رفت. امروز هم ما شاهدیم که به نوعی برخی از نیروها اون حقوقی را که برای خودشون قائل هستند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده، آنچنان موافق نیستند که در مورد مخالفان و کسانی که نظر متفاوتی دارند شامل بشه. آیا این چنین روشی در صورت اینکه جمهوری اسلامی، یعنی این نیروها از جمهوری اسلامی بتوانند گذر کنند و به حکومت برسند، چه نوع حکومتی رو برای ما به وجود خواهد آورد؟ آیا در حکومت بعدی باید ما شاهد همین گونه تبعیض‌ها و تفاوت‌ها و اعدام‌ها و خشونت‌ها و شکنجه‌ها خواهیم بود؟ حتی نه تنها نمیشه به یک نظام مبتنی بر بیانیه یا اعلامیه جهانی حقوق بشر دست پیدا کرد با این استاندارد دوگانه، بلکه حتی نمیشه نزدیکش هم شد. مسئله اینه که من خودتونم شنیدم بارها حقوق بشر آش یا شعله زرد نظرین صدام ببره برای فامیلاش دیگه، یعنی یه چیزیه که ماره همه آدم، حقوق بشره. اولین کاری که نظام‌هایی که از پایه اون خشت اولو کج میذارن میکنن اینه که دیگری سازی میکنن، یعنی اینکه ما دیگران و اون دیگران رو برای اینکه از حقوقشون محروم بکنند صفت انسانی رو ازشون سلب میکنن. این مسبوق به سابقه است دیگه، کاری که فاشیستا میکردن، کاری که نازیستا میکردن. مثلا به یهودی ها میگفتن مادون انسان، به کمونیست ها میگفتن مادون انسان، میگفتن آدم نیست اصلا. و اینو ما این آرگومنت گاهی وقتا میشنویم، میگن آقا این حقوق بشر مال آدمای متمدنه، مال اون آدم وحشی القاعده ای یا داعشی یا جمهوری اسلامی، اینا که اصلا بشر نیستن، اینا که اصلا تمدن علیشون نمیشه. درسته، ولی همه، هر بشری، هر آدمی زاده ای یک سری حقوق بنیادین داره و یکی از این حقوق بنیادین این است که هر کاری کرده، هر کاری که خلاف یا جرم حساب بشه، باید مجازات بشه بر مبنای حقوقی که داره. حقوقش اینه که از یک روند قضایی روشن و مشخص بر مبنای یک قانون روشن و مدون، حق دفاع از خود، حق وکیل، بدون و عاری از شکنجه برخوردار باشه و مجازاتی که میکشه، این مجازات شامل سلب حیاتش نباشه. این چیزهاییست که یک جامعه متمدن در واقع به رسمیت شناخت، جامعه انسانی، جامعه‌ای که از جنگ جهانی دوم و از نازیسم و از دیگری سازی و از تهمت مادون انسان و غیره درس گرفته. الان چیزی که در اروپا داره اتفاق میفته، گاهی وقتا میگن آقا برای کنترل قتل شما باید اعدام بکنید، برای اینکه بترسن مردم، برای اینکه قتل نکنن دوباره. ولی تاریخ ثابت کرده، مطالعات جامعه شناسی ثابت کرده همچین چیزی اتفاق نمیفته. الان آیا در اروپایی که اعدام نداره قتل بیشتره یا در جمهوری اسلامی که هر یک سال بالای 800 نفر رو الان اخیراً داره اعدام میکنه؟ یک روایت خیلی جالبی است، میگویند که اون زمانی که در بریتانیا مجاز اعدام هنوز بود، گفتن آقا بریم جیببرها رو اعدام بکنیم. گرفتند این جیببری رو در میدان وسط
پایتخت اعدام بکنند و میگویند در روز در اون روزی که جیب بر رو اعدام میکردند جیب اکثر تماشاگران صحنه اعدام زده شد. یعنی قرار بود اعدام اون جیب بره باعث کاهش جرم جیب بری بشه، مردمی که رفتن اعدام رو نگاه بکنن همون لحظه جیبشون رو که نمیزدن که. این آرگومنت ها، این استدلال هایی که برای اعدام میارند خیلی ها رو یکی یکی میشه رد کرد، اما برعکسش رو میشه آورد. یعنی در دامن نزدن به چرخه خشونت، در داشتن یک جامعه از نظر روانی سالم، ما میبایست با هر اعدامی، هر نقض حقوق بشری، فارغ از اینکه طرف دوست سیاسی ما هست یا نیست، یا اصلا دشمن ماست یا نیست، به نظرم باید با هر نقض حقوق بشری مقابله بکنیم. فضای الان من دارم میبینم، یعنی خیلی از ما داریم میبینیم، بر هر کدوم یه عقیده سیاسی داریم، فضای بسیار دو قطبی استادیومیه دیگه، یکی چپ یکی راسته، یکی جمهوری خواست یکی پادشاهی خواست، و این افراد با هم نمیسازن، مثل آب و روغنن. این یه چیز واضحیه. ولی اینکه ما حقوق اون نفر دوم رو به رسمیت بشناسیم، این شرط حتی دشمنی متمدنانه است، حتی رقابت سیاسی متمدنانه است. میدونید اینجاست که برمیگردم به سوال شما، حقوق بشر دیگه حقوق بشره. این ما نمیتونیم یکی رو بگیم چون فامیل ما نیست، دوست ما نیست، اصلا چون قاتل تروریست بشر نیست، ممکنه کاری بکنه سبعانه باشه، ممکنه کسی که 80 نفر رو میاد به گلوله میبنده در فلان حادثه تروریستی یک آدمی است که کار وحشیانه کرده، ولی این باز هم حقوق انسانیش نباید پایمال بشه. من امیدوارم که ما بتونیم واقعا به این بلوغ فکری جمعی برسیم که فارغ از تنفرمون نسبت به یک نظام استبدادی، مجازات رو در حالی که شامل دادخواهی میکنیم، چون من اصلا با این داستان ببخشیم و نمیدونم فراموش، من شخصا فکر میکنم سهم خودم رو در مورد بلایی که سر خودم اومده یا خیلی از ما شاید نخواهیم ببخش، بخوایم مجازات افرادی که مرتکب بودن رو ببینین. من یکی از اونام، دوست دارم حتما مجازات بشند، ولی این مجازات میتونه شامل مجازات های انسانی، زندان های طویل مدت باشه، ولی هرچه هست نباید بدنی باشه، آزار باشه، شکنجه باشه و نباید سلب حیات باشه. آقای غفوری، من مطمئن هستم که شما مستندی رو که من برای سازمان حقوق بشر ایران در رابطه با اعدام ساختم و نظر رهبران سیاسی رو در رابطه با این مجازات، یعنی مجازات مرگ، دونستم و از آنها خواستم که متعهد بشند که در صورت اینکه بعد از جمهوری اسلامی به قدرت رسیدند این مجازات رو از قوانین حذف کنند. برخی موافق بودند، برخی اماهایی گذاشتند، گفتند برای برخی از جرایم شاید باید مجازات اعدام رو نگه داشت، برخی دیگر هم گفتند اصلا باید مجازات اعدام رو به رفراندوم گذاشت. البته چندین رهبر سیاسی هم حتی حاضر نشدن در این رابطه با ما صحبت کنند. به نظر شما این اماها چقدر آینده ایران رو میتونه از نظر حقوق بشر زیر سوال ببره؟ ببین، اما همه چی برمیگرده به اون اما. اما باشه تا ته قضیه به بدترین وجهش میریم. ببینید، این قضیه رفراندومی که مطرح کردین، مسئله حقوق بشری رو اصلا قرار نیست کسی به رفراندوم بگذاره، شکنجه رو که به رفراندوم نمیگذارن، قطع دستو که به رفراندوم نمیذارن، کشتن رو که به رفراندوم نمیذارن. اینها اصول پایه ایست اصلا 90% جامعه هم موافق باشن که ما باید مثلا سر به داغ بریزیم تو گلوی کسی، حکومتگر حق نداره چنین بکنه. برای همین اگر ما یک حکومت استاندارد میخواییم روزی، اون اماها رو باید برداریم. مخالفی رو اگر قرار باشه ما به قدرت برسانیم که باز دوباره اعدام بکنه، باز دوباره حقوق افراد رو نقض بکنه، باز خب ما این چرخ باطل رو که داریم ادامه میدیم. یعنی ما همین الانش داریم همه این بلاها رو میکشیم، دوباره یک نفر دیگه، قول دیگری رو از چراغ در بیاریم و نتونیم مهارش بکنیم، واقعا سرنوشت بهتری نخواهیم داشت. ببین، زمانی که انقلابیون می اومدن
و از آزادی صحبت میکردن، از استقلال صحبت میکردن، اون شعار اعدام باید گردد همش بود. یعنی که تا اوایل انقلاب تا سالها من دیگه فکر میکنم کاملا بزرگ بودم زمانی که میشنیدم آسفالت یک خیابونی اگر خیلی چاله چوله داشت و مردم ماشینا توش میافتادن، اون اهالی محل میرفتن دم شهرداری، شهردار اعدام باید کردن. یعنی اعدام نقل و نبات واقعا. خب ما یه درجه رفتیم جلو، الان دیگه به این صورت اعدام باید گردد نداریم. خیلی ها هستن که صریح گفتن، من تو مستند شما دیدم موضع گرفتم و مخالف اعدامیم، و اونها تازه اگه سیاست مدار رو همیشه باید بگیم، باید پاسخو کرد دیگه، باید گفت که تو این رو گفتی و باید سر حرفت بیستی. اونها میتونند چراغ راه باشند، به نظر من میتونند برای یک سنگ بنای ایران آینده مورد مشورت قرار بگیرن، ولی کسی که صراحتا حاضر نباشه نقض حقوق بشر رو محکوم بکنه، خودش رو متعهد بدونه به اصول بنیادین و در کنارش اعدام رو موضع گیری جدی در قبالش نداشته باشه، من میترسم که بهش اعتماد بکنم. من شهروند عادی که میخوام کار سیاست مدار رو بذارم تو ذره بین و برای خودم ارزیابی داشته باشم، من به کسی که صراحتا موضع نگیره امروز اعتماد ندارم، ازش میترسم. چون الان که سکوت میکنه، فردایی که بر سر قدرت باشه خیلی سخته ازش پاسخگویی گرفتن. الان که هنوز قدرتی نداره، پاسخگو نیست، هنوز موضع روشن خودش رو نمیدهد، بعدن براش به نظر من، اونایی که تازه در یک زمانی که قدرت نداشتن ادعای میکردن رفتن به قدرت رسیدن، خیلی هاشون زدن زیرش. نمونه هاش هم که بسیار در تاریخ داریم، در ایران هم داریم، در همون خمینیش هم دیدیم. چه برسه به کسی که همین الانش همون جستر رو هم نمیگیره، بعدن دیگه ما باهاش کارمون به نظرم سخته. برای همین هر هسته ای که شکل میگیره از مخالفان جمهوری اسلامی، باید دید کیا موضعشون در مقابل موضوعهای مهمی مثل نقض حقوق بشر، مثل اعدام، حتی مثل محیط زیست که در ظاهر شاید خرد به نظر بیاد ولی در باطن کلانه، اینها رو باید دید، باید بررسی کرد و باید ارزیابی کرد. من فکر می‌کنم ما نیاز داریم به یک موضع واحد انسانی در قبال اعدام، به خاطر اینکه ببینید یکی از کارهایی که آفریقای جنوبی هم کرد همین بود. یعنی آفریقای جنوبی قبل از اینکه رژیم آپارتاید بریزه، اول سفیدهای حاکم مطمئن شدن که فرداش قتل عام نمیشن، وگرنه امکان نداشت که قدرت رو تفویض بکنن. یکی از خردمندی هایی که ماندلا و شورای ملی آفریقای جنوبی داشتن در اون زمان این بود که پیشا پیش حکم اعدام رو بردن کنار، وگرنه اینها تا آخرین لحظه می جنگیدند. ما حتی برای پیروزی برای یک استبداد هم باید این اطمینان رو بدیم که اعدام وجود نداره. البته مجازات چرا؟ این همونطور که گفتم به نظرم این حق جمعی ایرانیانه که عاملان این 40 و چند سال رو ببینن که مجازات شدن، پاسخگو شدن، ولی یکی از شروط حتی پیروزی های سیاسی هم به نظر من اینه که اعدام رو پیشا پیش ما مطمئن بشیم که برداشته میشه از قوانین آینده. با سپاس از همراهیتون. سپاسگزارم از دعوت. بینندگان عزیز، اعدام بسست این هفته در اینجا به پایان میرسه. شما میتوانید برنامه های قبلی رو در سایت سازمان حقوق بشر ایران و یا کانال یوتیوب همین سازمان مشاهده کنید. تا برنامه دیگر، شاد و تندرست باشید.